مایک مکل، عضو ارشد کنگره آمریکا: دونالد ترامپ یک ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد و این مرز سرخ اوست. اگر رژیم ایران تسلیحات اتمی به دست آورد، ترامپ با قدرت پاسخ خواهد داد. جوزپ بورل، سرپرست وزارت خارجه اسپانیا: توقیف کشتی که از ایران به سوریه اعزام شده بود با درخواست آمریکا از انگلستان در تنگه جبل الطارق صورت گرفت. در واکنش به توقیف نفتکش رژیم آخوندی توسط نیروی دریایی انگلستان، سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. پاسدار شریعت مداری کشورهای اروپایی را برای باجگیری بر سر برجام تهدید به حمله موشکی کرد و گفت اروپا در تیرس موشک‌های ماست. طوفان گرد و خاک 119 نفر را در سیستان و بلوچستان راهی بیمارستان کرد.